سلام دوستان عزیز و چینل همراز میدیا، خوش آمدید. اگر چینل رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب نمایید. همراز میدیا، همراز شما. موجودات فضایی در آینده نچندان دور و کره زمین حمله خواهند کرد؟ با ما باشید. برخی دانشمندان پس از تحقیقات گسترده فضایی به نتیجه رسیدند که در سیاره‌های دیگر مخلوقات باهوش وجود دارند که انتظار می‌رود این موجودات در سال‌های آینده روی زمین فرو بیایند. دانشمندان علوم فضایی بر این باورند که با توجه به پیشرفت عظیم و سریع تکنولوژی که جهان شاهد آن است، این موجودات در سالهای آینده برای شناخت انسانها و تعامل و برخورد با آنها به زمین فرو می آیند. یک فضاشناس مشهور و معتبر اسپانیایی اظهار داشت می توان تایید چند دهه آینده موجودات بیگانه را روی کره زمین دید. این دانشمند و ستاره شناس گفت این کشف انسانیت را تکان خواهد داد. دکتر جاریک اسرائیلی، دانشمند بزرگ و ستاره شناس اسپانیایی، در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی زیسانس گفت که گمانه زنی‌های درباره وجود موجودات فضایی و احتمال ارتباط انسان‌ها با آنها در آینده فریضه‌ای است که به واقعیت تبدیل شده و مطمئناً موجودات یا مخلوقات فضایی وجود دارد. دکتر جاریک اسرائیلی، بنیانگذار جشنواره استامورس، است که بزرگترین کنفرانس جهان سالانه با محوریت بررسی اکتشافات فضایی و تشویق و قدردانی از اکتشافات را برگزار می نماید. در این کنفرانس سالانه شمار زیادی از دانشمندان، ستاره شناسان، افراد علاقمند و علوم فضایی و روزنامه‌نگاران از سراسر جهان شرکت می کند. این جشنواره برای اولین بار در جزایر قناری اسپانیا در تابستان سال 2011 برگزار شد. این ستاره شناس برجسته اسپانیایی گفت من فکر میکنم ما حیات و زندگی و هوشمندانه کائنات دیگر در دوران زندگیمان کشف خواهیم کرد. منظور این دانشمند اسپانیایی نسل فعلی بشریت یعنی نسل ما شاهد ظهور موجودیت بیگانگان خواهیم بود و نه نسل‌های آینده. و افزود حداقل ما علائم واضحی که شواهدی از زندگی موجودات بیگانه بسیار باهوش را پیدا خواهیم کرد، این یک کشف بزرگی است که بشریت را خواهد لرزاند. او ادامه داد این برای علم بسیار هیجان انگیز خواهد بود. او فکر میکنم این مسئله باید ما را قانع کند که زندگی یک چیز باور نکردنی است و بهتر است ما مراقبت آنچه را در سیاره خود انجام میدهیم باشیم. دکتر جاریک درباره فضاپیمایی تخصصی وابسته به آژانس فضایی ایالات متحده ناسا که ماه گذشته برای اکتشاف ناسا به مریخ فرستاده شد اظهار داشت این فضاپیما تنها 10% شانس یافتن میکروب در سیاره سقراط دارد. او گفت این فضاپیما تنها 10% احتمال پیدا کردن میکروب در سطح مریخ را دارد. تنها در چارچوب حد زدن است، اما باز این مقدار نیز واقعا خوب است. گفتنی است که ناسا به دنبال شواهدی از وجود حیات در سایر سیارات مانند مریخ است. این در حالی است که صدها میلیارد سیاره در فضای خارج از منظومه شمسی وجود دارد. از جمله در داخل راه شیری که زمین را در بر میگیرد، این سیارات میتواند پناهگاه زندگی عجیبی باشند. تشکر از این که تا این دم با ما بودید. به خاطر تماشای ویدیوهای بعدی لطفاً صفحه ما را لایک و سابسکرایب نمایید. همراز میدیا، همراز شما.